حال میرسم به قسمت اصلی برنامه امشب، خانم سارا علمی. قبل از اینکه برنامه شروع کنم، باز باید بگم این یکی از موهبت هایی است که از دوستی خانم علوی نصیب ما و کانون میشه. اون شب که خانم دکتر علوی سخنرانی داشتن در کانون، من دیدم یه خانم علوی دیگه هم در برنامه شرکت کرده بودن. جستجو کردم، خانم دکتر علوی گفتن که ایشون دختر عموشون هستن و با خاطر ایشون اومده بودن. من فوری پرسجو میکنم که تحصیلاتشون چیه و مثلا در چه حدی هستن، آیا میتونن برای کانون سخنرانی کنن یا غیره. ایشون فهمیدن که ایشون در یوگا هستن و من باشون تماس گرفتم و خانم دکتر علوی هم که مطابق معمول همیشه پیگیر قضایی هستن. بازم از شما خانم دکتر علوی سپاسگزاری میکنم برای همکاریتون با کانون. خانم سارا علوی در سال 1985 لیسانس خود را در رشته علوم اداری با تخصص در زمینه فروش و بازاریابی از دانشگاه اوکلاهاما سیتی دریافت کردند. ایشان در زمینه تحصیلاتشون بسیار موفق بودن، اما کنجکاوی و گرایش بی‌نهایت ایشان راجب روانشناسی، علوم روح و روان و عرفان بعد از حادثه نابینایی چشم چپ و تشخیص بیماری MS در سال 1998 باعث شد که سارا به تمرینات مراقبه روزانه و تمرینات کنترل فکر بپردازد. حدود 5 ماه بعد از شروع تمرینات و بدون استفاده از هیچ داروی بینایی ایشان برگشت و این معجزه باعث شد که ایشان به تحقیق و تحصیل درباره یوگا بیشتر جدیت بنماید. خانم علوی اولین گواهی نامه در رشته یوگا و مراقبه را در سال 2001 دریافت نمودند و از آن دوران به بعد 15 گواهینامه دیگر در زمینه یوگا و یوگا تراپی، یه تخصصی در اشخاصی که دچار ضربه های روحی و درد های ناجواب، بیخوابی، افسردگی، اضطراب و مخصوصاً ارتشی ها و آنهایی که در اثر جنگ از صدمات روحی، روانی و جسمی رنج برن می باشن. امشب خانم سارا علوی درباره تاریخچه و فلسفه یوگا برای ما صحبت خواهند کرد. ضمناً خیر مقدمم میگم به فرزندشون خانم لیلی و اون جناب محترم که اونجا در صفحه هستن، نمیدونم چه نسبتی باشون دارن. جانم شوهر خانم لیلی که خودشون یه بچه هست، شوهر از کجا شوهر؟ خب من اول فکر کردم لیلا همسنهای تاراست، خیلی خوشحال شدم، گفتم ما یه تارای دوم پیدا کردیم. بعد دیدم خانم لیلا دکترای چی داره؟ نوروساینس. مای گودنس، مای گودنس، شما هم دیگه میگیرن دکترای نوروساینس و ایشون سخنان بعدی ما خواهند بود. بنابراین ببینیم برکت وجود خانم دکتر علوی چیه که از ایشون با خانم سارا اومدیم و از خانم سارا به خانم لیلی و به همسرشون هم خیلی مقدم میگم، خیلی خوش آمدید. انشالله که همیشه شما رو در کانون داشته باشیم. خانم سارا علوی، از طرف کانون فرهنگ ایرانیان اتلانتا و کمیته فرهنگی از سرکار سپاسگزاری میکنم که امشب وقتتون به ما دادین و ما سراپا گوش هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خیلی ممنون از معرفیتون و صحبت قشنگتون. من از شما تشکر میکنم که منو داشتین امشب، از دخترموی عزیزم دکتر علوی. خیلی خیلی خوشحالم که با همه شما آشنا شدم. واقعا پیش خودم قبل از برنامه که این برنامه رو تهیه می کردم، پیش خودم گفتم که آیا اصلا کسی میاد این برنامه رو که علاقه ای هستی توی این گروه، و خیلی خوشحالم که استقبال بسیار گرمی شد. من واقعا از همه شما دست دارنکارا، دکتر علوی،
دکتر ورزگر، همه شما که اینقدر زحمت میکشید. من برنامه دکتر علوی که اومدم و تشکیل داده بودین، خیلی خیلی خوشحال شدم دیدم یافتم اون گروهی که دنبالش بودم، اشخاص با کلاس، منظم و بسیار پروفشنال. خلاصه براو، خیلی خیلی ممنون که منو توی این برنامه دارید. من ضمن تشکر میخواستم که بگم نیت اصلی من برای واقعا این حضور داشتن به این برنامه و تقسیم کردن این شم یوگا و اون اسرار یوگا، رفتارها، تکنیکایی که در یوگا من استفاده کردم برای بازداشت خودم به سلامتیم، در حقیقت خیلی دلم میخواد که اینها رو در میون بذارم با شما. من تا امشب حالت تجربی نمیتونه داشته باشه به خاطر اینکه فرصت به اون صورت نیست. در آخر برنامه باتون در میون میذارم که چطور میتونید دست پیدا کنید به اون چیزایی که من تهیه کردم در آنلاین، و شاید بعدها اگه علاقه داشته باشیم با من تماس پیدا کنین. خیلی خوشحال میشم باتون جزئیات رو در میون بذارم. و ضمناً پدر من محمد باقر علوی آتلانتا، خیلی باید باشون آشنا می بودید، اونایی که مجله پردیس رو می خونن. پدرم مرتب مقالاتی می نوشتن، البته 2014 پدر مادرم هر دو به فاصله 7 روز عمرشون رو به شما دادن و پرواز کردن، ولی مقالاتشون خیلی چاپ می شد مرتب در مجله. به حال من فقط میخواستم ازش قدردانی کنم. چندین سال آخر حیاتش پدر مادرم هر دو خیلی دلشون میخواست که من یه کتابی بنویسم راجع به یوگا و پدرم ترجمه کنن، ولی خب فرصت نشد، حتی یه مقاله‌ای نشد بنویسم. به حال روح شاد با همونه و خیلی خوشحالم که این پلتفرم به من داده شده که آرزوی پدر رو یه مقداری برآورده کنم. خب اولا که یک معرفی کوچیکی راجع به خودم بکنم که به غیر از اون مقدمی که خانم دکتر ورزگر دادن، یه خورده بیشتر خودمونی بشیم و آشنایی بهتری که همه یک نفس عمیق بکشن و بدونن که همه ما انسان ها میتونیم به بهبودی برسیم، فقط بوسه یک دی نیست. و این اسرار یوگا و این تکنیک ها رفت، در حقیقت تکنیک هایی که استفاده میشه بسیار ساده است، بسیار مؤثره و همه ماها میتونیم به آرامش درونی و سلامتی بدنمون برسیم و خیلی خیلی میشه گفت آسونه، فقط وقت میخواد و یک انضباطی که هر روز مقداری بهش فرصت و به خودمون فرصت بدیم. من اولا 14 ساله بودم به امریکا مهاجرت کردم با پدر مادر. اینه که میبخشن اگه من فارسیم به اون صورت قوی نمونده، ولی خب سعی خودم رو خیلی کردم تو این سالها. دخترم البته فارسیش از من خیلی قوی تره به خاطر محمد مهندس زاره. به هر حال میبخشید، مگر تک و توکی لغتهای انگلیسی باید بپرونم هر از گاهی، ولی شما هم حتما کمکم بکنید اگه یه جا گیر افتادم. خب از 14 سالی که من اومدم به امریکا، تو سن تینیجر بودن خیلی خیلی سن حساسی بود و این دو کالچره که شد از نظر روحی روانی خیلی برای من دشوار بود و میخواستم همونجا، در حقیقت در اون سالها بود که میخواستم دریافت، یعنی فایند آت بکنم و درونم بدونم چی شد و چرا این مسائلی که برای من پیش اومد انقدر واسه من مشکل بود. و خیلی علاقه پیدا کردم به یک راهی که من بتونم با خودم کمک کنم که آرامشم رو به دست بیارم، که البته خب وارد زندگی که آدم میشه نشد که من در سنای اوائلش، در حقیقت اینه که شد به سال 96 که من بچه های من کوچیک بودن و زندگی بسیار مرفهی با شوهر عزیزم که بسیار مرد مهربون و پشتیبان من بود همیشه. ولی یک روز صبح که به مدرسه می بردم بچه ها رو، به عنوان در حقیقت در حد 2-3 ساعت چشم چپ من کاملا نابینا شد. چندین پزشک ما رفتیم و
هیچ کس نمیتونست برای من کاری بکنه. بعد دایگنوز شدم واسه ام اس و قلبم مشکل داشت و به هر حال در همون اوقات بود که چند کاست تیپ، در حقیقت اون موقع سیدی خبری نبود، کاست تیپ به دست من داده شد که به صدای مرد مهربونی بود و من این تکنیک رو انجام میدادم. در حقیقت یه چیز تجسمی، تمرکزی و خیلی آروم و بسیار آرامش بخش بود که من یک به حال ادامه دادم. هر شب در حقیقت روی وقتا روزی دو سه مرتبه این تمرینات مراقبه رو من انجام میدادم تا با سورپرایز بسیار خوبی یک روز بازم بچه ها رو می بردم مدرسه، دیدم مثل یه جورایی من میتونم ببینم و خلاصه دیگه داستان من از اونجا شروع شد. آرامشم رو به دست آوردم و میدونستم همین تمریناتیه که خیلی به من کمک کرد. و دیگه منظور تمام این همه من اینه که بتونم کنجکاوی شما رو برانگیزه کنم و به شما کنجکاو بشین و دنبال این راه دنبال من بیایید و ما هموطنانمون به یک آرامش و سلامتی که همه ما واقعا لایق اون هستیم و جز حقی از ماست، ولی خب توی این مهاجرت و این داستانهایی که بوده توی این 45-50 سال خیلی هممون احتیاج واقعا داریم به یک تکنیکی که ما رو بتونه به طور ساده و راحت کمک کنه. خب این بود و آرزوی من اینه که خلاصه شما همه بتونید و علاقه پیدا کنید و دنبال 10 دقیقه تا هر چقدر که وقت دارید. خب من حالا شروع میکنم، از حالا سکرینم رو شیر کنم که ما شروع کنیم راجع به تاریخچه ایران، تاریخچه یوگا صحبت خواهم کرد و راجع به اصول و فلسفه یوگا و در حقیقت آخرش هم خاتمه به این پیدا میکنه که چگونگی و چجور شما دسترس پیدا کنید به این روش ها و این چیزایی که شما رو بتونه کمک بکنه. پس از اوکی اجازه بدید من اینا اوکی. خب اولین، یوگا اصلا چی هست و از کجا پیدا شد؟ یوگا در حقیقت یک روش، من میخوام که این سکرینم رو بتونم کاملا 100% نگاه کنم و ببینم اینا، از میخوام من این سفر اوکی مثل این که تونستم. آها مرسی، ببخشید. میخواستم که نوتای خودم رو ببینم که خارج نرم، ولی با این همه عکسای شما اونجا بود من بعد اینو اجراس میکردم. خب پس برگردیم به صحبت، این که یوگا اصلا چی هست. یوگا در دنیا بیشتر معروف شده به حرکات بدنی و یا فقط مراقبه با یا تمرینات تنفسی، اما در حقیقت در اصل رهایی کامل از رنج ها و دردهای زندگی ماست. یک فلسفه یوگا اینه که ما بدنمون جایگاه و مقر روح بشره که معبد می باشه، یک معبد مجزاست که با بهبودی تن و اندیشه و خودآگاهی و موجب میگه میشه که تا این نیروی زندگی که مقیم در تن ماست بتونیم احترام بهش بذاریم و اون احساس اعتماد به نفس و توانایی هرچی که ما واقعا توی زندگی دلمون بخواد، تا سلامتی و حتی رسیدن به هدفهای ماست. کنترل فکر و درک کامل طرز فکر ماست، چرا که ما همیشه تو زندگی، همه انسان ها تو تمام دنیا، همه ماها افکاری داریم که غلطه. طرز فکرمون یک سوء تفاهمایی واسه ما شده در طفلی، در نوجوانی، که ما فکر میکنیم که خیلی در حقیقت توانا نیستیم، نمیتونیم، خیلی چیزا در دسترس ما نیست، در حالی که یوگا در حقیقت تصحیح کردن افکار ماست و تمرکز فکری روحی و سلامتی جسم ماست و داشتن یک حد و مرزی در
وجود خود ماست به این معنا که ما فکر نکنیم که ما از دست در حقیقت ما هیچ حفظی چیزی دورمون نداریم که بتونیم از خودمون در حقیقت حفاظت کنیم و در حقیقت ما یه قربانی هستیم که باید هرچی که گذشته ما بوده و با طرز فکر غلط شاید که ندونسته به یه صورت خوابی اکثر انسان ها هستن و یوگا شخص رو آگاه میکنه، روشن میکنه و با تمرکز فکر و با تحصیل کردن هر تک به تک افکار ما راجب خودمون و دنیا و دیگران و راجب روابط ما با انسانهای دیگه و و و اینها رو یوگا یک حالت اعتماد به نفس و توانایی و سلامتی و نشاط و زنده بودن رو به انسان یاد میده با این تمریناتی که خدا رو شکر در حقیقت نسل به نسل و این همه سالها هزارها سال شد و به دست ما رسید بتونیم اون زبونی که انسان یعنی بدنمون با ما در حقیقت صحبت میکنه ما اگه دردهایی داریم بتونیم خودمون در وجود خودمون پی ببریم که آیا این درد و ناراحتی ها اصلا از کجا هست و چطور به راحتی میتونیم اینا رو از وجودمون بیرون کنیم این دیاگرام رو من گفتم شاید براتون جالب باشه اون شکل دست چپ ما انسانایی هستیم که خیلی با هزار امید و آرزو زندگیمون رو میذاریم و در حقیقت هیچ پروتکشن نمیدونم لغتش به فارسی یک حفظ و یک بله حفاظت انرژی در حقیقت که ما بدونیم که ما باید بتونیم حرفمون رو بزنیم باید اگر احتیاجی داریم بپرسیم از کسی بخوایم که احتیاجات ما رو برآورده کنه یا اینکه اگر یک کاری رو نمیخوایم انجام بدیم به راحتی بتونیم بگیم نه نمیخوام یا نمیتونم و ما همیشه با قرار این در حقیقت زندگیم رو میکنیم با اون داشتن همون نالج و اون چیزی که ما فکر میکردیم که این راه درسته و بعد یه مدت بعد وقتی زندگی رو به عنوان یک بزرگسال ادات زندگی میکنیم متوجه میشیم که اصلا آرامش نداریم خوابمون نمیره شبا درست و ایمانمون به خودمون به تواناییمون به اون چیزی که میدونیم هست و باید باشه و میخوایم یه وقت میبینیم که ما یک بیماری به ما دست میده ناراحتی ها افسردگی اضطراب و و و و دیاگرام وسط در حقیقت اصلا خودمون رو گم میکنیم نمیدونیم کی هستیم چی هستیم کجای کاریم در حقیقت برحال با یوگا میشه که و من خود من و شاگردانم الان تو این 22 سال که در این راه کار کردم و کمک به خیلی ها کردم تا این یوگا بتونه به اونها هم کمک بکنه و زندگی اونجور که میخوان و در حقیقت حقشون هست زندگی کنن زندگی با عشق، با آرامش، با سلامتی، با یک کانفیدنس حسابی و شاید اون کمک کنه حالا یه داستان خیلی کوتاه و شاید براتون جالب باشه که میگن حدود 15,000 سال پیش اولین کسی که یوگا رو به دنیا معرفی کرد اومد و به مردم شهر گفت که به اسمش هم بود ادی یوگی اومدن به مردم شهر گفت که بیاید تا من یک خبر مهمی براتون دارم یک چیز مهمی دارم با شما در میون بذارم مردم شهر هم جمع شدن و خلاصه همه نشستن فکر کردن حالا یه چیز خیلی خیلی پرهیجان و جالبی قرار این آقا نشون بده این آقا فقط نشست چشماشو بست و همینجور نشست نه حرفی زد نه کاری کرد نه چیزی به اینا نشون داد مردم یه رو 20 دقیقه نیم ساعت خلاصه 3-4 ساعت و همه کم کم پاشدن رفتن مثل این که خب مثل که سانس سینما تموم با و هیچ برنامه نیست و رفتن و خلاصه این آقا همینجور نشست یه روز دو روز سه روز بعد از اینکه مثلا چندین روز چشماش رو وا کرد و دید 7 نفر دورش نشستن فقط برگشت بهشون گفتش که شما چرا اینجا موندین فکر کردین مثلا این فانه یا یه چیز تفریحیه این همچی چیزی نیست
همه بهش گفتن، این 7 نفر گفتن نه نه ما میخوایم یاد بگیریم چطور بدون آب و غذا و بدون هیچی تکون خوردن تو تونستی این چند روز رو بشینی. در حقیقت این معنای یوگا هست که بعد داستانش به این ختم میشه که این 7 نفر کم 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 این تمرینات رو بهشون داد و رفتن تمرین کردن و اینا هم تونستن مثل این آدی یوگی بتونن خود همه وجودشون رو کنترل کنن و تا روزها بتونن ساکت بدون حرکت و با تمرکز کامل به این رهایی برسن. میگن اون روز روز 21 ژوئن بود که سازمان ملل این روز رو به این روز یوگا رسمیت شناخته و گفتم این یک نکته که دو یوگا چی هست رو بتونه برسونه. یوگا به زبان سانسکریت نوشته شده. این زبان سانسکریت میگن که اولین زبان که در دنیا در حقیقت صحبت میشده. در تاریخ ما حدود 6000 سال پیش، یعنی میشه 4000 سال BC، این یوگا داریم، آثار باستانی در شمال پاکستان هست که در اون زمان هند بوده پیدا شده و خیلی 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 جالبه و من خیلی دلم میخواد که علاقه دارم به اونجا سفر کنم. حالا ببینیم چی میشه اگه بتونیم. در بدو شروع یوگا حقیقتش هیچ چیزی نوشته نشده بود و حرکات و پاسچرا و پوزیشن های یوگا که شاید الان شما ملاحظه کرده باشین تو مجلات یوگا که همون عکسی که من اول از خودم نشون دادم که روی سرم وایستادم پاهم بالا، این حرکات اصلا وجود نداشته تا 6 تا 8 هزار سال اول که یوگا پدید آمد و در حقیقت تدریس می شد. میگن که انسانایی بودن در حقیقت معلمین اساتیدی بودن به اسم برامنز که اینها در حقیقت همه این تکنیک ها رو حفظ می کردن و زانو به زانو باید بگم چون 11 پوزیشن پاسچر یوگا فقط بود در اون موقع در اون چند سال اول که معلم به اسم گورو GURU که در حقیقت معنای گورو به عنوان کسیه که از تاریکی از خواب شخص رو به روشنایی و به حقیقت میرسونه، از تاریکی به روشنی. این برامنز های گروه هایی بودن، معلمین بودن که حفظ میکردن و به میشستن درست یوپانیشاد اون اسم تمدن در حقیقت اون تمدنی بود که این یوگا در حقیقت درش تدریس میشد و شروع شد و تدریس میشد و یاد میداد که سینه به سینه بگذره و این زنده بمونه. برامنز ها حفظ میکردن و میدادن از معلم به شاگرد. در اون موقع اولین قبل از یوپانیشاد اولین تمدن و بزرگترین تمدن دنیا شناخته شده به اسم ایندس سیویلیزیشن که تمدن ایندس بود که دور رودخانه‌ای به اسم ایندس ساراسواتی تشکیل شده بود که بسیار تمدن پیشرفته‌ای بودن و الان ما اون آثار باستانی که کشف شده در پاکستان که قبل هند بوده این آثار باستانی نشون میده که فقط و فقط نشستن بود حرکات یوگا و در حقیقت همش تمرکز فکر مراقبه و و و. در حدود 2000 BC یعنی 2000 قبل از حضرت مسیح این رودخونه خشک میشه و این تمدن در حقیقت همه کوچ میکنن به سراغ بنگلادش و به رودخونه به اسم گانگا، رودخونه گانگا که الان هم هنوز بسیار بسیار رودخونه در حقیقت یک حال معنای عرفانی داره به این دلیل. و در اون موقع بود که یوگا در 3 قسمت تقسیم شد، یکی هندویزم، بودیزم و جینیزم. خیلی ها میپرسن از من که فرق یوگا با هندویزم چیه و این در حقیقت یک پاسخی به این سوال که
سه قسمت خیلی بزرگ و هر سش رو که حتما اسمشون رو شنیدیم که هر کدوم بسیار بسیار جالب و چگونگی و قسمت هایی از یوگا استفاده شده در اون راه و روششون. در سال حدود 500 سال قبل از مسیح مردی به اسم پتانجلی که البته خیلی ها میگن که این پتانجلی اسم لقب چندین و چند مرد به خصوص بوده در چندین نسل که این کتاب یوگا سوترا جمع آوری شد. کتابیه که خیلی ساده نوشته شده، کتاب فلسفی هم نیست، کتاب خیلی ساده ای، اما یک عمر طول میکشه تا این تمریناتی که اونجا ذکر شده و ما تمرین کنیم. در حقیقت شاید با اون کالچر و فرهنگی که ما داریم به اون صورت وقتم نداریم و این روش ها و این اسرار تمرینات بسیار ساده اما وقت گیر، وقت میبره و یک انضباطی میخواد. به هر حال بسیار کار زیبایی و همه یوگا سوترا در حقیقت یک صفحه بیشتر نیست، فقط یک صفحه است و این تمرینات و این روش ها نوشته شده. حالا اولین در حقیقت بیت این کتاب بسیار جالب و مهم اینه که شروع میکنه به صحبت و میگه که یوگا راجب در حقیقت طرز فکر ماست، فکر ما اون تغییرات و اون در حقیقت سایکولوژی افکار ما که آدم نمیدونه افکار از کجا میاد، کجا میره، چطور یه فکری به سر آدم میاد و چه چیزایی آدم خاطرش میاد توی اون لحظه. میگه یوگا راجب اینه و در بیت دوم میگه و تمام کتاب در حقیقت توضیح کنترل فکر ما هستش. و این خیلی جالبه که نمیشین کتاب رو نشست از صبح تا شب خوندش با اینکه یک صفحه بیشتر نیست، البته ترجمهش بیشتر یک کتاب میشه، ولی این کتابیه، این دستورات رو باید یک عمر تمرین کرد تا به اون رهایی و اون وحدت با روح کل ما بهش برسیم. پتانجلی تمام تمرینات یوگا رو به 8 قسمت در حقیقت به ما توضیح داد و معرفی کرد به دنیا. اولین بخش یوگا اول از همه انضباط و انضباط اجتماعی و اخلاقی است. دومین قسمت، یعنی اینا رو ما باید همیشه در زندگی روزمره رعایت کنیم، به اسم یاماست. یاما به اسم زبان سانسکریت هست که انضباط اخلاقی و جامعه اجتماعی است. دومین بخش یوگا نیاما که اون انضباط شخصیه که نظافت و حالا یک مقدار دیگه من شاید یک مقدار کمی جزئیاتش رو بیشتر راجع به این دو مسئله بخش دوم، اول و دوم یوگا بگم، به خاطر اینکه تمام مکاتب یوگا، تمام هندویزم، بودیزم، جینیزم، همه بخش ها و قسمت های یوگا همه بر اصل اولی و دومی هستن و بعد بقیه چیزاش ممکنه که بقیه قسمت هاش ممکنه متفاوت باشه. سومین قسمت یوگا حرکات ورزشی و فیزیکلی اون هست، بدنی. در حقیقت این حرکات بدنی یوگا طریقی هستن که با حرکت‌های محکم و مؤثر بر سیستم گردش خون و در حقیقت مؤثر بر فعالیت‌های عضلانی، عصبی و تندرستی، موجب تندرستی بدن میشه، ارگان‌ها، اعصاب‌ها، ماهیچه‌ها و هورمونی، همه اینها رو در حقیقت یک موجب یک تندرستی دینامیک رو فراهم می‌سازه و این حرکات باعث باز شدن و نورانی گردیدن نقطه‌های انرژی و چاکراها که من توضیح کوچیکی خواهم داد
چند لحظه دیگه و باعث یک شادابی، نشاط و سلامتی از درون که همیشه رابطه های ما رو با انسان های دیگه بسیار بسیار پیشرفت میده، با یک حالت حسنه و آرامش و احترام برقرار میده، یک حالت پذیرایی از طوری که دیگران هستن و خود ما. به هر حال یوگا یه طریقه و یک سیستم تجربیه، باید تجربه بشه و عقل و هوش ما هیچ وقت نمیتونه شخص رو به این رهایی ما و وحدت با اون روح کل هیچ وقت نمیتونه برسونه. با این ترتیب که اینم بگم که سن ما هیچ کوچکترین اثری راجع به اون اصول سلامتی و نشاط و رهایی از درد و رنج و اینا هیچ وقت نداره. معلمات یوگا، اشخاصی که یوگا رو تمرین میکنن، الان علم و پزشک و تحقیقاتی که شده و ما در روز میتونیم حتی گوگل بکنیم و ببینیم کیا میتونن مثال خوبی برای این مسئله، این حرفی که من زدم و این قسمت از یوگا، همه میتونید در حقیقت ثابت شده است و میبینید که تحقیق کردن. مثلا یکی از معلمای کلی که ما داشتیم، بی کی اس آینگار، که حدود سن 92 سالگی در حقیقت روحش آزاد شد این و فوت شدن، تمام ریسرچ کردن و بهش دستگاه وصل کردن و خلاصه فشار خون همه چیش ثابت و عالی و هنوز تدریس میکرد ایشون. به هر حال قسمت بعدی یوگا مراقبه هست. من میخواستم یه چیز کوچیک دیگه هم بگم راجع به حرکات ورزشی که کاملا فراموش کردم. خیلی از اشخاص به من زنگ میزنن و میخوان بدونن که آیا مثلا کمرشون رو عمل کردن، زانوشون رو عمل کردن، مثلا از صندلی نمیتونن پاشن، آیا اینا میتونن، این اشخاص هم میتونن یوگا تمرین کنن؟ و خبر خوب اینه که 100%. و یکی از معلما و کسایی که من خیلی احترام براش قائلم، مرد فلجی بود که تونست با یوگا خیلی خیلی آرامشش رو به دست بیاره، که در 13 سالگی تصادف ماشین این فاجعه رو برای این به وجود آورد و فلج بود و معلم یوگا بود و مؤسسه در منسوتا تأسیس کرده که هنوز منظور هر کس در هر حالت روحی، روانی، بدنی میتونه به حرکت ورزش یوگا ادامه بده. رشته اصلی من خودم همین هست، یوگا تراپی، توضیح بیشتر راجبون خواهم داد. اینه که اگر در ذهنتون این سوال رو داشتین، من خواستم از حالا این رو روشن کنم و اثرات مؤثر یوگا رو در هر حال شما میتونین دریافت کنید. مراقبه در حقیقت یک تکنیک، من ببینم اینجا، آها، مراقبه عبارت است از تبدیل هوشیاری پیچیده. چون ماها خیلی آدم های پیچیده هستیم خیلی به سادگی و پاکی و بیریایی بدون کبر و غرور، در حقیقت معنای ساده مراقبه. حالا مراقبه هزارها هزار تکنیک های مختلف هست، میبخشید من گم کردم این هستش که تکنیک های مختلف داره و یکی از تکنیک های بسیار بسیار ساده مراقبه به اسم یوگا نیدرا هست که اونم یکی از تخصص های من هست و بسیار بسیار ساده است. در حقیقت مدیتیشن مراقبه رو آسون کرده. همه ما میتونیم دراز بکشیم، جست خواب بگیریم، اما اگه خواب بتونیم نریم، میتونیم یوگا نیدرا انجام بدیم که عمیق‌ترین تکنیک مراقبه هست در دنیا. و شخص هر آن، هر دفعه ما این تکنیک رو انجام میدیم، در حقیقت اون هویت اصلی خودمون، اون رهایی رو میتونیم تجربه کنیم و همین باعث شفای روحی، روانی و بدنی ماست. خلاصه اگر فکر میکنید که من نمیتونم، کمرم درد میگیره، حواسم پرته، خیلی فکرم مشغوله،
راه بسیار بسیار سادش هم هست که من بعد بهتون میتونم اطلاعات بدم که چطور و کجا این رو تکنیکش رو یاد بگیرید و پیدا کنید. و ضمناً یک لحظه میخواستم بگم که مراقبه احتیاج هست که هر روز به طور بسیار انضباط هر روز انجام بشه، حداقل 10 دقیقه در روز. چرا؟ مثل اینه میمونه که ما تلفنمون یا کامپیوترمون یا تکنولوژی که داریم هیچ وقت اینو آف نکنیم، خاموش نکنیم، بالاخره میسوزه. ماشینمون رو باید روغنش رو عوض کنیم. اومد شما فکر کنید ما چقدر توی زندگی افکار مختلف، بالاخره نگرانی ها، نمیشه همیشه در حال تفکر و فعالیت انجام کارها باشیم. باید ما بتونیم فکرمون رو یک مقداری رها کنیم، آروم کنیم. درست مثل این میشه که شما سمارت فون یا تلفنتون رو خاموش کنین، دوباره روشن کنین که بتونه همیشه سالهای سال براتون کار بکنه به طور خوب. قسمت بعدی تمرین های تنفسی هست، قسمت بعدی یوگا، که با تمرینات تنفسی شخص خیلی خیلی از ناراحتی ها، امراض و ناآرومی های روحی روانی و فکری میتونه شفا پیدا کنه با تمرینات زیر در حقیقت سوپرویژن، در حقیقت زیر کنترل و تدریس و روشی که معلم یا اون پزشک یا یوگا تراپیست به شخص بده. احتیاجی که کسی ما رو کمک کنه در این راه. قسمت بعدی تمرکز فکری هست که بسیار ساده در روش‌های خیلی مختلف تمرکز روی یک در حقیقت طرح زیبا و مثبت، مثلا تمرکز روی نفسمون، تمرکز روی این هم خودش یک قسمت بسیار عمیقیه در یوگا که ما انتخاب داریم، میتونیم در هر حال، در هر مودی که هستیم، در هر حالی که هستیم بتونیم تمرکز فکریمون رو در هر کاری که میکنیم بتونیم حفظ کنیم و باعث پیشرفت و نشاط و اعتماد به نفس ما میشه. و بخش هفتم یوگا یک در حقیقت قسمتی هست و یک حال و تجربه هست به اسم پراتی یهارا که در حقیقت جدایی از احساسات و حس بدنی ماست. شخصی که یاما نیاما رفتار میکنه و رعایت میکنه، حرکات ورزشی رو میکنه، مراقبه میکنه، تمرینای تنفسی، تمرکز فکری، اینها رو در حقیقت به اون ترتیب شخص وقتی که انجام میده به یک حالی بهش دست میده، یک حالی ترجمه میشه که تجربه میشه که در حقیقت خیلی شبیه به موقعی میمونه که از اتاق عمل و بیهوشی داره به هوش میاد. آدم میتونه اون صدای نرس ها و دکتر رو بشنوه و هر چی که هست، اما هیچ تجربه و هیچ در حقیقت کنکشن و رب احساس نمیکنه که بدنش الان هست. احساس میکنه که اصلا انگار که بدنی نداره. یک رهایی جالبیه که میتونه آگاه هست اما هیچ حس و نگرانی، کنترل، فکری نیست. یعنی کاملا شخص بدون فکر و رهایی از تمام مسئولیت ها و این حرف هاست. حالا نمیدونم چجور توضیح دونستم بدم. و بعد از اون بخشش هست به اسم آخرین قسمت، اینه که بعد از اون حال که وقتی جدایی از احساس و حس بدنی هستین میتونین به حالت خلسه و وحدت با روح کل رو تجربه کنین در همین زندگی. و بسیار بسیار امکانش بسیار قویه و خیلی ها این تجربه رو میکنن و برمیگردن به زندگی روزمره با یک حالت آرامش و نشاط و سلامتی. بعید نیست من یک توضیح کوچیک بدم راجع به یاما نیاما. و اون یاما در حقیقت 5 بخشه که عدم خشونت،
وارستگی، دزدی نکردن، دروغ نگفتن، پرهیز از شهوات. حالا چون که این جلسه ما محدود وقت و من فقط یک مثال میخواستم بزنم راجع به عدم خشونت و یکی دوتا از این اصول، ما وقتی لغت خشونت رو میشنویم اغلب و فقط فکر میکنیم که این مثلا میگم کسی رو کتک نزدنه یا داد نزدنه یا یه چیزی رو یه همچه چیزی، ما فکر میکنیم خشونت فقط در این خلاصه میشه، در حالی که در یوگا گفته میشه که ما کوچکترین فکر منفی که راجع به خودمون یا کسی بکنیم این یه کار خشونتیه. و چون ما یک روح هستیم، ما عرفانی هستیم، ما یک آدمای بسیار بسیار بالایی هستیم، مقام ما خیلی بالاتر از این هاست، هیچ وقت نباید قضاوت کرد، خشونت کرد. چون یک وقتی یک فکر منفی راجع به خودمون داریم، فکر میکنیم او من چقدر، مثلا به عنوان مثال، من چقدر خنگم، من چقدر کودنم، من چقدر، از این صحبت ها، از این افکار آدم به خودش داشته باشه، میگن که این حالت بسیار آثار بدی راجع به ما داره و این درست نیست و نباید اینجور فکر کرد. خب این احتیاج به تمرین داره. و مثلا دزدی نکردن، در یوگا میگن، گفته شده که ما نفسی که میدیم تو در حقیقت از دنیا ما استفاده بردیم که زنده بمونیم. پس وقتی نفس رو بازدم باید در حال خدمت باشیم به بشر و برای دنیا. و این خیلی زیباست، برای اینکه ما تا راه خدمت رو دنبال نگیریم، خدمت به هر کس، هر چی، به هر دلیلی، هر کسی که دوست داریم، تمام هممون باید برای این باشه که بتونیم کمکمون، سودمون به دنیا برسه. و و و نیامه ها در حقیقت این اصول رو که ما چیز میکنیم، انضباط شخصی ما باید با وقف، با پرهیزکاری زندگی کنیم، همیشه به مطالعه باشیم. حالا مطالعه راجبه یوگا، البته مطالعه یا راجب خودمون، خودشناسی خیلی 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 مهمه. بدونیم چرا ما رفتارمون اینجوره، چرا اینطور فکر میکنیم، چرا مثلا بیمار شدیم، چرا همیشه عصبانی هستیم، چرا این و اون، هر چی که داریم باید ما در خودمون مطالعه کنیم و به جوابش خودمون برسیم. پاکیزگی بسیار مهمه، روش های بسیار مختلفی هست در یوگا که باید رعایت کرد. و رضا در اعمال کارها، که به انگلیسیش این در حقیقت ترجمه های خودمه، البته اگه معنا رو نمیرسونه ایشالله که از من بپرسین و برای خودتون تحقیق کنین، من میگم فارسیم خیلی قوی نیست. و رضا در اعمال کارها در حقیقت contentment، که اون چیزی که ما داریم و هست در هر حال یک رضا داشته باشیم، نخواهیم که زندگیمون یه جور دیگه باشه که نیست و نمیتونه باشه. رضایت میاره در کارهای ما، زندگی ما. مدارس و مکتبایی که شکل تشکیل شد در این هزارها سال، پنج مدرسه در حقیقت مکتب مختلفه، که باز بد نیست گوشزد کنم که همه این مدارس، این مکتبا در حقیقت بر اساس همون یاما و نیاما هست که توضیح یکم بیشتر دادم، و همه این هشت اصول رو همه این مکتبها رعایت میکنن. یکی از مثالایی که من میتونم بزنم راجب کارما یوگا، تانترا یوگا، راجا یوگا، انجانیا یوگا و باکتی یوگا، اینا هم همشون بسیار جالبن. و یکی از چیزای خیلی میبخشید ما یه سگ کوچولو داریم که 17 سالشه و همش میخواست بره بیرون، من بعد میذاشتم بره بیرون، عذر میخوام همگی. از این مدارس و این مکتبایی که باز شد، یکی از برای شما ممکنه جالب باشه اینه که مثلا در کارما یوگا، در این مکتب
کار ما به معنای حرکت، به معنای انجام کاری، به معنای قدم گذاشتن بر اون هدفی که نه تنها برای خود ما مثبت و شفا بخشه، بلکه برای همه انسانهایی که اینوالو این مسئله هستن، این هدف هستن. یکی از الگوهای بسیار بسیار زیبا و بالای این مهاتما گاندی که ایشون کارما یوگی بودن، کسی که یوگا تمرین میکنه به آقایون یوگی لقب میدن و خانوم ها یوگینی لقبشون هست به سانسکریت. کارما یوگی آقای مهاتما گاندی بودن که بدون خشونت تمام اصول یوگا رو رعایت کردن و تونستن که هند رو به استقلال کامل و بدون خشونت و با تمام مردم مملکتش در حقیقت در این راه باهاش هم قدم بودن. و این یک مثال جالبیه که من میتونستم براتون میگم. و هر کدوم از این مدارس و مکتب ها خودشون جای جالبی داره و این بستگی به خود شخص داره که آیا علاقش میخواد چجور این زندگی رو با رعایت از اصول یوگا بکنه. هر کس یک طوری سلیقشه و هر کس میتونه هر جوری که دوست داره و هر به نحو خود شخص دنبال کنه. این در حقیقت هیچ وقت در هیچ جا ذکر نشده که یوگا مثلا بگه که اگر که این کار رو نکنید اشتباهه یا باید اینجوری دنبال کنید، باید اینجوری فکر بکنید. اصلا این همش در حقیقت بر اساسش بر عشق و علاقه، احترام، عرفان و در حقیقت هیچ قانونی نداره. هر کس هر جور دوست داره و همیشه تمام فواید مؤثر یوگا رو میتونه داشته باشه و هر عقیده ای که ما داریم، هر ترجیح بیدیم، هر جوری. یوگا در حقیقت تمام حرکات بدنی یوگا با در حقیقت اساسش بر اون انرژی و نیرویی که در وجود ما، اون زندگی، اون انرژی، اون جزء انرژی، لغت دیگه به فارسی من الان نمیتونم فکر بکنم، ولی اون حیات، اون نیروی حیاتی اصلی ما به عنوان در حقیقت یک جداری دور ما و در تمام رگ و ریشه و وجود ما جریان داره. ما چهار در وجود ما، هفت در حقیقت منبع اصلی این انرژی که ما رو در حقیقت افکار و بدن و کار و هر چی که ما میکنیم ما رو زنده نگه میداره. این چاکراها هستن که همه اسم چاکرا رو شنیدن. چاکرا به معنای تایره، تایر یا ویل، تایر ماشین رو میتونه مجسم کنین، حلقه‌ای، یه چیزی مثل گنبد، یه چیز مثل گنبد میتونید مجسم بکنید، اما این حالت انرژیه و مثل سه تا گل خوشرنگی که همینجور مثل پنکه دور هم میچرخن، انقدر که این گردش این قسمت چاکراها سریع هست که این انرژی رو به بالا میکشونه و اینطوریه که میتونید مجسم کنید این هفت چاکرا. اولین چاکرا در کف لگن خاصره ما هست، دومی زیر شکم، سومی بالای شکم، چهارمی قفسه سینه است و گلو بین ابروان و بالای سر. بالای سر در حقیقت نه به خود سر ما، ولی بالای سر ما در حقیقت 2-3 اینچ بالای سر ما هست، یک انرژی هست که میتابه و میچرخه و مثل حالت فواره دور ما یک انرژی رو میگیره و مثل یک حالت حفاظی هستش. این هفت چاکراها ساده ترین طوری که من برای شماها بتونم توضیح بدم اینه که هر کدوم از چاکراها خاطرات و تمام اون تندنسیز، یعنی اون رفتار ما از نظر سایکولوژی، عرفانی، احساسی، بدنی و انرژی
میتونه در حقیقت شامل اون میشه. هر کدوم از چاکراها یک اگر بالانس نباشن، اگر باز نباشن، اگر سالم نباشن و یک ما مثلا تصادف یک صدمه روحی، صدمه جسمی یا افکار منفی حتی میتونه این چاکراها رو ببنده و این انرژی فقط در جاه میچرخه، نمیتونه که در حقیقت به طرف بالا فواره پیدا بکنه تا ما نشاطمون رو سلامت باشیم، نشاط داشته باشیم و باعث مشکلات توی بدن میشه و با حالت با انجام تمام حرکات یوگا ضمناً حدود 2000 BC به پدید اومد و اونم خودش یک تاریخچه خیلی جالبه که گویا که در هند و بنگلادش اون موقع، البته اون موقع بنگلادش هم جزء هند بوده و اینا همه باعث شد که مثل اینکه جنگ هایی بود که بعد یوگیا به خانوادات به در حقیقت به میلیتری و ارتش رفتن و این باعث شد که این حرکات به وجود بیاد در اون موقع. و حرکات یوگا هر کدومشون که انجام داده میشه به طرز سریع این چاکراها رو در حقیقت نورانی میکنن و باعث میشه هر مسئله بدنی شخص داره شفا پیدا کنه و به راحتی خود بدن در حقیقت این با جریان این انرژی شفا بخش خود ما که همه ما داریم در وجودمون، مثل اینه که سرما میخوریم و خوب میشیم یه وقت بدون دارو، بدون هیچ مسئله علمی یا پزشکی، بدن خودش رو خوب میکنه و این یه کاریه که بدن اصلا دیزاین شده، تحریزی بدن به اینه که خودش رو خوب کنه. بله، این چاکراها، این یک توضیح کوتاهی بود. و یک سیستم انرژی دیگه از دیدگاه یوگا ما داریم که به اسم نادی به انگلیسی NADI اسپل میشه، میتونید این رو گوگل کنید برای اطلاعات بیشترتون. ولی کلن 72,000 نقطه انرژی نادی در وجود ما هست که آکیوپانچر تب سوزنی این سیستم رو استفاده میکنه که برای بالانس کردن و شفای بدنی روحی هر مسئله‌ای که هست. تب سوزنی بسیار بسیار یک تب قدیمیه و اون سوزنهایی که به نازکی یک مو میمونن فرو میکنن در بدن بسیار سطحی و این میتونه بدن رو در حقیقت خوب کنه و یک حالت بالانس و انرژی رها شدن از این نقاط اگر که بلاک شده و استاپ شده در حقیقت این گردش این انرژی خود ما در بدنمون. پس نادی سیستم هم یک سیستم انرژی دیگه هست. یک سیستم دیگه از دیدگاه یوگا انرژی کندولینی هست. کندولینی انرژی در حقیقت یک انرژی که ما رو زنده نگه می‌داره. اگر این در بدن ما ها انسان ها نباشه ما اصلا به وجود نمیایم، اصلا نمیتونیم زنده بمونیم. یک مقدار بسیار بسیار کمی از این انرژی کندولینی که در کف خاصره هست، به غیر از اولین چاکرا، انرژی کندولینی هم در اون زیر هست که یک مقدار خیلی کمی از این به تمام بدن میره به طرف بالا و ما رو زنده نگه میداره. این انرژی کندولینی براتون جالبه که بدونین خیلی وقتا با خیلی مسائل مختلف، مثلا یه وقتا یک صدمه شوک روحی یا بدنی این رو میتونه فعال کنه توی بدن که تا حدود 2-3 هفته به طور میانگین شخص به یک تجربه، یک حالتی بسیار بسیار اضطراری قرار میگیره که شخص اصلا نمیدونه کیه، چیه، کجاست، چیکار داره میکنه، چون این آزاد شدن این کندولونی انرژی بسیار بسیار قدرت داره توی بدن. و البته مثلا کندولونی یوگا اونا تمام همشون اینه که این رو شکوفا کنن و فعال کنن توی بدن. چرا؟ به خاطر اینکه یک به فاصله 3-4 هفته با
داشتن همچه تجربهی شخص تمام زندگیش رو مثل گاندی دیگه نمیتونه و غیر از این راه راهی رو انتخاب کنه. تمام زندگی شخص میشه با عشق، محبت، آرامش و یک حالت تشنگی برای خدمت به دیگران میشه و یک زندگی بسیار زیبایی رو شخص میتونه بکنه. نمیتونه دیگه به کسی آزار بزنه، چه از روحی، روانی، مالی، از هیچی. انرژی کندولونی رو یوگایا با در حقیقت معلم به شاگردش یاد میداد که اوائل کار بتونه این انرژی رو فعال بکنه و بتونه به اون نیت اصلی یوگا که رسیدن به روح کل بود بتونن اون شخص شاگرد برسه. و خیلی وقتا الان من در بیمارستان روحی روانی سالهاست که و همینطور در بیمارستان ارتش به ارتشی ها یوگا تدریس می کردم و الان می کنم. خیلی وقتا از کیسایی هست در این بیمارستان مریضایی که وارد میشن اونجا در حقیقت کندولونی انرژی اکسپیرینس داشتن، تجربه این رو کردن، ولی در غرب هنوز متاسفانه تراپیست ها و دکترها این علم رو ندارن و شخص فکر میکنن در حقیقت دیوانه شده یا یه حالت امرجنسی و اضطراری هست. اینه که توی بیمارستان های روحی روانی قرار میگیرن و بسیار دشواره، هم برای فامیل ها و دوستان و همینطور برای خود مریض. و گفتم برای سایکولوژیست های این گروه جالب باشه، اگر علاقه من باشی من کتاب خوبی دارم براتون ریکامند کنم اگر علاقه دارین. به هر حال انرژی کندولونی هم این هست و یک سیستم انرژی دیگه. شما میتونید هنوز تا به حال این انرژی توضیح بسیار کوتاهی که دادم تا به حال میتونید در ذهنتون تجسم کنید. در حقیقت من دارم توضیح یه چیزی رو برای دوستان و عزیزان میگم که هیچ کس نمیتونه اینها رو ببینه با چشم، مگر اینکه یک حالت به خصوصی باشه که عده‌ای هستن که میتونن انرژی رو ببینن در دور و ور و وجود شب، ولی خود منم هنوز نمیتونم. ولی خیلی جالبه که اگه مجسم کنید میبینید که پس از دیدگاه یوگا ما انسانهای نورانی هستیم، عرفانی هستیم و بسیار پیچیده و با کنترل و بالانس کردن این انرژی ها، این سیستم های انرژی، بدنمونو بسیار بسیار سالم و با نشاط و با شوق و با لذت زندگیمون رو میتونیم بکنیم. سیستم انرژی بعدی که یوگا این رو میگه و به ما یاد میده بهش به اسم کوشا. کوشا به لغت سانسکریت یعنی جداره، یعنی یک لایه. حالا اینجورم یا لایه نیستش که مثلا پوست مثلا بین این لایه ها نیست، یه چیزی بینشون نیست. میتونید مجسم کنید مثل یک شمع. این سیستم انرژی ما به اسم کوشا مثل یک شمع اگر مجسم کنید که این رو شمع رو روشن کرد. شمع خود واکس شمع، اون مومش در حقیقت بدن ماست. این عروسک های روسی رو بهترین مثالی که من میتونم بزنم، کوچکترین عروسک در حقیقت بدن ماست، بدن فیزیک ماست. اگر پیش خودتون مجسم کنین شمعی رو روشن کردین، خود فتیله اون شمع و مومش در حقیقت بدن فیزیکی ما رو مثال میتونم بزنم. و بعد نور شمع نزدیکترین قسمت و اون جداره بغل خود، درست خیلی نزدیک به فتیله، به اون نور شمع، اون در حقیقت کوشای دوم به اسم پرانمایا کوشا که هم پر انرژیه، خیلی زخیمتره، داغتره. و اون پرانمایا کوشا اون لجدار انرژیه که چاکراها رو در وجود ما تشکیل میده. اون اگر میخوایم گلومونو مثلا قورت بدیم یا نفس بکشیم، ما احتیاج به انرژی داریم و این کوشا لیر و جدار دومیه که ما رو
زنده نگه میداره و ما میتونیم اعمال کاری که میکنیم فکر بکنیم هر کار میکنیم انرژی میبره. اون پرانا در حقیقت اون نیروی حیاتی ما هست. و میدونین نور شم خیلی کم 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 به تدریج وقتی که هست فتیله بیشتر دور میشید نورش یک کمی کمتره و گرمای این کمتره. دقیقا همین مثال رو این عروسک ها رو میتونید مجسم کنید. و سومین بدن ما از دید یوگا که در حقیقت نامرئی و فقط احساسیه که اون احساسات ما یک جدار آخره، یعنی اون جدار رویی بعد از پرانا رو هم داره که ما اگر خیلی خوشحالیم خیلی احساس رضایت میکنیم این جدار انرژی ما بسیار خوشرنگ و پر نور و به ما احساس خوب میده برای زندگیمون. چهارمین بدن ما موقعی در حقیقت نورانی تر از همیشه میشه که ما به اون فهم و به اون آگاهی به اون بیداری آگاهی برسیم که متوجه بشیم که ما همه انسان ها از همین نیرو هستیم و همه ما ها یکی هستیم. پس ما باید بکوشیم تا خیرمون به همه برسه، با همه مهربون باشیم، به همه احترام بذاریم. و اون لایه چارم راجع به این هست. و آخری که بزرگترین بدن ماست از دیدگاه یوگا و نازکترین و خیلی خیلی نامرئی ترینه، اون موقعیه که ما به خلسه، به حالت خلسه میرسیم یا در مدیتیشن یوگا نیدرا با اون تمرکز فکری، با اون آرامش، با اون وحدت با روح کل، با اون یونیتی وننس، حالا اسمشون رو من بعضی رو میگم انگلیسی باید بگم، در اون لحظه است که اون آخرین جدار انرژی بدن انرژی ما نورانی میشه و اون گفت این در حقیقت آناندا به معنای بلیس، خوشی، رهایی، لذت کامل و این هستش. ما اگر هر روز اشخاصی که یوگا رو تمرین میکنن و به این راه در این راه رو آوردن با تمام رعایت این اصول، ما میتونیم تا لحظه‌ای که زنده هستیم بتونیم یک زندگی بسیار شاداب، خوب، مثبت و همیشه در حال خدمت به دیگران، به خوبی دنیا رو بخوایم و دنیا رو جوری مجسم کنیم که جوری که میخوایم بذاریمش بریم، یک زندگی، یک نیت خوب برای دنیا بخوایم. و میتونیم به راحتی و سلامت، من شاگردان زیادی دارم که در سن 90 خورده ای ساله هنوز چمنای خونه خودشون رو خودشون میزنن و هنوز تدریس یوگا میکنن و زندگی بسیار بسیار لذت بخشی رو دارن. خب من آخرین چیزی که میخوام بگم خدمت عزیزان که اومدین، بازم خیلی ممنون از همه که تشریف آوردین، علاقه نشون دادین. میدونید ما انسان ها درد و رنج هایی که در کودکی، در بزرگسالی، ناآرومی هایی که تجربه کردیم، به قول امریکایی‌ها تراما، در حقیقت هرچی که غیر منتظره واسه انسان پیش بیاد یک حالت صدمه روحی، روانی، بدنی، جسمی داره. با یوگا خیلی خیلی راحت میتونیم ما دنبال این کار رو بگیریم که اون عمیقا از خشم و ناراحتیامون کاهش بدیم، یک زندگی خیلی راحتی برای خودمون و عزیزامون فراهم کنیم با یک لذت به خصوصی. زندگی خیلی قشنگه و یوگا خیلی راحت میتونه ما رو کمک کنه. و تمام این صحبتهایی که من کردم، اصولی که من به شما معرفی کردم، اینا همه شامل یوگا تراپی هست. یوگا تراپی ممنون. خیلی از من میپرسن که آیا فرق یوگا با یوگا تراپی؟ وقتی شما یک کلاس یوگا، مثلا یک استودیو پیش خونتونه میرین کلاس یوگا، خب این حرکات بدنیه
و لیول های مختلف داره. شما میتونید بگید من اولین بارم مثلا میام، یا مسائلی در مثلا هست که باید رعایت بشه. خب اون کلاس یوگاست، این یوگا مثلا شما میرین این کلاس رو میگیرید، معلم یوگا فقط در حقیقت انجام حرکات، یک مقداری شاید تکنیک های تنفسی خیلی ساده و ممکنه چند دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه مراقبه. در حالی که یوگا تراپی تمام اصولی که من اینجا اسپردم ما استفاده میکنیم تا بتونیم به شخص در حقیقت یک حالت 360 درجه به انسان نگاه میکنیم، روح، جسم، گذشته‌ای داشته، آرزوهایی داره در آینده و شخص باید یاد بگیره چطور الان زندگی کنه، چطور این تراماها رو بتونه در وجود خودش با یوگا، این فلسفه یوگا اینا رو شفا بده. این من رشته من یوگا تراپی بوده 10 سال اخیر و ویدیک کانسلینگ هم لغتیه که شاید براتون جالب باشه. ویدیک همون اولین تمدن بود که ویدیک ویداز در حقیقت کتاب‌های اصلی که کتابخونه‌های مختلف رو میتونه پر کنه، کتاب‌های بسیار بسیار عمیق و تمام اسرار یوگا در اونجا درک شده. در حقیقت ویدیک کانسلینگ استفاده از تمام این فلسفه هاست و این راه‌ها و طریق‌های از هر لحاظ نسبت به مریض ما کمک می‌کنیم. که من حدود 4 ساله که ویدیک کانسلر هستم و یوگا تراپی بسیار بسیار گسترده است در حقیقت و با نیت شخص رو به اون راهی که میخواد، به اون هدفی که میخواد ما میرسونیم، با نیت در حقیقت، اینتنشن. به هر حال نشد من چیزی ارائه کنم امشب که شما تجربه کنید، اما تا به حال 2 تا ویدیوی فارسی با کمک خانمی در ایران ادیت کردن واسه من، توضیحاتی دادم در یوتیوب، کانال یوتیوبم که به اسم سارا علوی یوگا میتونید استفاده کنید و در وبسایت هم و یوتیوب میتونید با مجانی دانلود بکنید و استفاده کنید. اگرم کاری از دست من برمی اومد میتونم برای شما در شهرتون بتونم یک کلاس های یوگا تراپی، اگه دوست دارین شخصا به این کلاس ها برید، من هستم میتونم کمک کنم و خلاصه راهنمایی اگر از دست من برمیاد. مرسی، خیلی ممنون، تشکر میکنیم.